سلام، به دنیای تجارت خوش آمدید. هوش مصنوعی، علوم روباتیک و کلان داده ها، اینها شیوه زندگی و کار ما را دستخوش تغییر کردند. در استکهلم هستیم و می‌خواهیم درباره فرصت‌های تجاری صحبت کنیم که هوش مصنوعی فراهم می‌کند. دانیل، پتانسیل رشد این فناوری چقدر است؟ هوش مصنوعی از پتانسیل بسیار بسیار بالایی برای رشد برخوردار است. میتوان از آن در فرایند خودکارسازی کسب و کار، تولید و ایجاد خدمات هوشمند استفاده کرد. هوش مصنوعی در دراز مدت در شیوه های کسب و کار تحولات عظیم ایجاد میکند. بسیار خوب، حالا به سراغ یک استارتاپ در پایتخت سوئد میرویم. این شرکت رایانه‌ای در استکهلم رباتی طراحی کرده که با انسان تعامل برقرار می‌کند. Welcome to Stockholm. My name is Farhat and I'm a socially intelligent robot. ربات فرهاد در حال حاضر در فرودگاه فرانکفورت مسافران را راهنمایی می‌کند. اما طراحان این ربات ایده‌های بزرگتری در سر دارند. صنعت روباتیک از پتانسیل بالایی برخوردار است. علوم روباتیک یک عرصه بزرگ و جدید است و هیچ رقیبی ندارد. ربات‌ها می‌توانند همه جا باشند، در خانه، مدرسه، کلینیک‌ها و مراکز خرید. اگر موفق شویم در این زمینه شرکتی راه بیندازیم، خیلی بزرگ خواهد بود. اتحادیه اروپا برای تقویت حوزه روباتیک و هوش مصنوعی برنامه‌هایی را آغاز کرده تا بتواند اعتماد مردم را نسبت به این فناوری جلب و در شیوه کسب و کار تحولی عظیم ایجاد کند. ربات ها را همه جا می‌بینیم. این فقط تیزری است از اینکه دنیای آینده به چه چیز شباهت خواهد داشت. اولین روز از سفری طولانی. دانیل، نگرانی هایی نسبت به تأثیر فناوری هوش مصنوعی بر زندگی ما و به ویژه بر مشاغل وجود دارد. اما صرفاً از منظر تجاری، ربات ها چگونه می توانند باعث پیشرفت کسب و کار بشوند؟ استفاده از ربات برای خودکارسازی تولید و زنجیره تأمین در شرکت به پیشرفت آن کمک می کند. مثلا می توان با اتوماسیون میز کمک تعامل با مشتری را رباتیزه کرد یا از طریق ساخت مدل و سیستم و یادگیری ماشین به توسعه محصول کمک کرد. اگر من یک کارآفرین باشم، چگونه میتوانم بفهمم که آیا این فناوری برای شرکت من مفید است یا نه؟ باید ببینید امروز با این فناوری چه کارهایی میتوان انجام داد و چه کارهایی نمیتوان انجام داد. خوشبختانه درباره فناوری ربات و هوش مصنوعی مطالب زیادی روی اینترنت وجود دارد. ممنون دانیل. این برنامه دنیای تجارت به پایان رسید. برای اینکه بیشتر بدانید به وبسایت ما سر بزنید.